شاپور دوم، مشهور به شاپور بزرگ یا شاپور ذوالاکتاف، از سال 309 تا 379 میلادی دهمین شاهنشاه ایران و انیران، از خاندان ساسان در ایران شهر بود. بعضی تصور می کنند که اولین تهاجم تازیان به ایران در دوره خلافت عمر ابن خطاب در سال 637 میلادی و 15 هجری صورت گرفته، حال آنکه اولین تهاجم بزرگ تازیان به ایران در سال 318 میلادی به فرماندهی قروت ابن مخلب آغاز شد. قروت ابن مخلب به شوش حمله ور گردید و بعد از فتح آن شهر هرچه قابل حمل بود از طرف سربازانش به یغما رفت و تمام مردان و زنان جوان را به اسارت بردند و وقتی سپاه اعراب از شوش گذشت، از شهر غیر از ویرانه ای باقی نماند. در سال 328 بعد از میلاد مسیح که شاپور دوم جوانی 18 ساله بود، سردار معروف عرب یعنی قروت ابن مخلب برای چندمین بار با سپاهی که به قول یکی از مورخین قدیم شمار سربازان آن از شمار ریگ‌های بیابان بیشتر بود، تصمیم گرفت به قلب تپنده امپراتوری ساسانی یعنی تیسفون حمله ور شود. عزم او نشان داد که مصمم است کار شاپور دوم را یکسره کند و اراضی حاصل خیز واقع در مشرق بین النهرین را به تصرف درآورد. مطابق منابع تاریخی، شاپور در سن 18 سالگی به مقابله با اعرابی رفت که به مرزهای جنوبی ایران تجاوز کرده بودند. شاپور اولین تکلیف عمده‌ای که پیش روی خود یافت تنبیه اعراب بحرین بود، نه فقط بدان سبب که پدر شاپور هرمز دوم در جنگ با اعراب مهاجم کشته شده بود، بلکه مخصوصاً از آن جهت که این اعراب در دوره خردسالی شاپور در سواحل خلیج پارس تاخت و تازهای بسیاری کرده بودند و امنیت آن حدود را به شدت مختل ساخته بودند. با کشتی‌هایی که شاه جوان در خلیج پارس به آب انداخت، اعراب احسا به شدت قلقم شدند و امنیت آن حدود تأمین گشت. سپس نوبت به قروت ابن مخلب، سردار مشهور تازیان گردید که در مرزهای ایران رعب و وحشت ایجاد کرده بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول شاپور دوم نوشته ایرج رامتین و کتاب دوم شاپور دوم معمار سلسله ساسانی نوشته جمشید صداقت نژاد. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شاپور دوم تنها پادشاهی در جهان که از نوزادی و در شکم مادر به این مقام رسید. جنگاوری دلیر و باهوش، او امپراتوران روم را به زانو درآورد و مرزهای ایران شهر را به شکوه هخامنشیان بازگرداند. مورخین به او لقب شکارچی اعراب دادند، چرا که او اعراب متجاوز به مرزهای ایران را تعقیب کرد و چنان درس عبرتی به آنها داد که تا قرنها هر عربی با شنیدن نام شاپور لرزه بر اندامش می افتاد. داستان ما در مورد یکی از قدرتمندترین شاهان ایران، دهمین شاه سلسله ساسانی، شاپور دوم، ملقب به ذوالاکتاف است. او با رشادت و دلاوری تمام در صف اول جنگ ها همچون یک سرباز می جنگید و نیروهایش با دیدن جنگاوری او روحیه دوچندان می گرفتند. آغاز داستان زندگی شاپور دوم چنین است که وقتی در شکم مادر بود، برای او تاجگذاری انجام دادند و بزرگان کشور تاج پادشاهی را بر روی شکم مادر او گذاشتند، چرا که پس از مرگ پدرش جانشین دیگری وجود نداشت.
ملکه مادر و بزرگان کشور تا رسیدن شاپور به سن قانونی اداره امور کشور را بر عهده داشتند، اما در طی مدت 16 سال اداره کشور توسط ملکه و بزرگان کشور اوضاع چندان خوب پیش نمی رفت و دشمنان ایران همواره نواحی مرزی را مورد تاخت و تاز قرار می دادند. اقوام ترک و امپراتوری روم خطری جدی محسوب می شدند و ارتش ایران در پی دفع حملات آنها در شمال و شرق ایران برآمد. اما در این میان اعراب وحشی شبه جزیره عربستان از فرصت درگیری ایران و روم استفاده کرده و مرزهای جنوبی ایران مورد تاخت و تاز قبایل عرب قرار گرفت. اعراب موفق شده بودند سواحل رود کارون را در اختیار بگیرند و سالها در آنجا به تاراج شهرها و نابود کردن و چپاول شهرها و روستاهای ایران می پرداختند. این پیروزی ها روحیه بسیار خوبی به اعراب می داد و به آنها امید رسیدن به شهر افسانه‌ای تیزپون، پایتخت بزرگترین شاهنشاهی جهان را می داد. قبایل عرب در نواحی فرات غربی و جنوبی روستاهای بسیاری را ویران کرده بودند و آنجا را مبدل به چراگاه شتران خود نموده بودند و رونق کشاورزی و تمدن را از آن منطقه دور کرده بودند. از طرف دیگر عرب‌ها چندین بار در نبرد با رومیان به کمک رومیان شتافته بودند و با آنان علیه پادشاه ایران متحد شده بودند. این در حالی بود که صدها سال شاهنشاهان ایران مناطق عرب نشین را جزوی از ایران می دانستند و حق و حقوق آنان را محترم می شمردند و حتی به گفته طبری پادشاهان ایران چندین بار اعراب را از آمدن قحطی نجات دادند و به کمک آنان شتافته بودند. شاهان گذشته اکثراً با مدارا و هشدار دادن و سرکوب جزئی آنان با اعرابی که خوی وحشیگری داشتند مقابله می کردند. لکن با همه این موارد شاپور تنها راه را در گرفتن زهره چشم و ترساندن آنان دید و با این دید که باید درسی به آنان بدهیم که برای ابد جرأت نکنند بر علیه ما شورش کنند، با آنان وارد نبرد شد. عرب‌ها چیزی برای از دست دادن نداشتند و تنها راه نجات خودشان را نزدیک شدن به شهرهای سبز و آباد ایران می دانستند و هیچ ترسی از کشته شدن نداشتند. اولین تهاجم بزرگ اعراب به ایران در سال 318 میلادی به فرماندهی قروت ابن مخلب آغاز شد. قروت ابن مخلب به شوش حمله ور گردید و بعد از فتح آن شهر هرچه قابل حمل بود از طرف سربازانش به یغما رفت و تمام مردان و زنان جوان را به اسارت بردند و وقتی سپاه اعراب از شوش گذشت از شهر غیر از ویرانه ای باقی نماند. بنابر روایت مورخان اعراب 120 هزار نفر از مردم شوش و شهرها و روستاهای اطراف را به اسارت بردند که عمده این افراد زنان و کودکان بودند. در راه بازگشت چون به صحرای سوزان و بیابانهای عربستان رسیدند، این اقوام وحشی و به دور از تمدن با همان خوی وحشیگری بیابانی خود تمام اسیران را گردن زدند، چرا که با کمبود آذوقه و آب مواجه شدند. این اقدام وحشیانه سبب شد تا 10 سال بعد و زمانی که شاپور به سن بلوغ رسید انتقام این وحشیگری را از اعراب بیابانی بگیرد. آنها دوباره به فرماندهی قروت ابن مخلب و این بار برای فتح تیزپون با لشکری عظیم قصد حمله به ایران را کردند. با این تصور که شاپور دوم جوانی 18 ساله است و نمیتواند ارتش و نیروهایش را سامان دهد. اینجا مرزهای جنوبی قلمرو ساسانی است. بهار سال 328 پس از میلاد، شاپور دوم ساسانی برای مقابله با غارت‌های تازیان سوار نظام خیش را به سوی آنها به حرکت درآورده است. تازیان در یک هجوم گسترده به مرزهای جنوبی قلمرو ساسانی از غفلت ایرانیان که درگیر نبرد با رومیان بودند بهره جسته و به چند شهر مرزی تاختند و پس از گرفتن آنها
دست به ویرانی شهرها و کشتار مردمان می‌زدند. شاهنشاه ایران از این کار آنها سخت برآشفته بود و بران بود تا از آنها انتقامی سخت بستاند. سوار نظام زبده ساسانی آماده بود تا هر گونه هجوم تازیان را در هم بکوبد، ضمن اینکه دشت‌های باز آنجا برای مانور سوار نظام ایران بی همتا بود. تنها مشکل ایرانیان داشتن زره و کلاهخود فلزی بود که آنها را در گرمای صحرا خسته و تشنه می کرد. تازیان گمان نمی کردند که لاجستیک ارتش ایران تا این حد پیش رفته باشد که به تعقیب آنها در صحرا بپردازد، چرا که آنها همواره پس از هر غارتگری به محض رویارویی با ارتش ایران به درون صحرا می گریختند. 5000 تن از ارتش ایران را افراد گارد جاوید ساسانی تشکیل می دادند که همواره آماده صف شکنی و نفوذ به قلب سپاه دشمن بودند. تازیان در همان حال که می گریختند، مردم دیگر قبایل عرب به آنها می پیوستند و ارتش آنها را پرشمارتر می ساختند. زمانی که ارتش آنها به حد کافی رسید، از گریز باز ایستادند و راه را به ارتش ایران بستند. جنگاوران ایرانی که از تعقیب دشمن بزدل که در خاک خود می‌گریخت به خشم آمده بودند، اکنون از فرارسیدن روز انتقام خوشحال بودند. شاهنشاه بزرگ بر دشمنان خود می‌نگریست. درفش شکوهمند کاویانی که در برابر پرتوان خورشید درخششی بی همتا داشت، به نیروهای ایرانی روحیه می‌بخشید. صفوف متراکم تازیان نتوانست در مقابل یورش همه جانبه سواران ایرانی پایداری کند و به سرعت از هم پاشید. فرمانده عرب شاهد از هم پاشیده شدن صفوف سربازانش بود. آنها پیاده بودند و ایرانیان سواره. به همین دلیل فرارشان نه تنها نتیجه نداشت، بلکه به کشتار فلعی آنها بیشتر دامن می زد. ولی آنها دیوانوار از شدت وحشت از مقابل جنگاوران ایران می گریختند. گارد جاوید شاهنشاه همچنان هجوم می برد، می کشت و پیش می رفت و اجساد تازیان را بر جای می گذاشت. تازیان به صورتی گسترده شروع به گریختن کردند، ولی بسیاری از آنها گرفتار تیغ سربازان ایرانی شدند و به کشتن رفتند. شاپور فرمان داده بود که نیروهایش اسیر نپذیرند و تمام جنگجویان عرب را کشتار کنند. کار جنبه تلافی داشت، چرا که این وحشیان مردمان شهرهای مرزی ایران را کشتار کرده بودند. با از جان گذشتگی ایرانیان، 45,000 کشته عرب که نعشهایشان صحرا را پر کرده بود، پایان نبرد را آشکار می کرد. هجوم گسترده تازیان به درایت شاهنشاه شاپور بزرگ در هم شکسته شد. اکنون سپاه پیروزمند ایران برام بود که قبایل تازی را به اسارت بگیرد. شاهنشاه شاپور پیروزمندانه به ایران باز می‌گشت، در حالی که اسیران بسیاری گرفته بود. 15,000 مرد تازی به اسارت نیروهای ایران درآمدند. ایرانیان از تازیان به سختی انتقام گرفتند. اکنون سزای بردگان عرب این بود تا عمر دارند در معادن ایران کار کنند و جان دهند. به دستور شاپور، قروت ابن مخلب فرمانده سپاه اعراب را از بین زخمی ها پیدا کردند و نزد شاپور آوردند. شاپور علت حمله اعراب را پرسید. وی علت را گرسنگی اعراب و کمسن بودن شاه عنوان کرد. شاپور به وی گفت اگر اعلام می کردید ما به شما آذوقه می دادیم. گفت خوراکمان رو به پایان بود. در جواب سوال شاپور که چرا دفعه قبل اسیران را قتل عام کردید، گفت نمی توانستیم آنها را سیر کنیم. شاپور گفت چرا آزادشان نکردید که بروند؟ فرمانده عرب کمی درنگ کرد و در پاسخ گفت به فکرم نرسید. شاپور گفت اکنون به تو و سردارانت و بزرگان قبایل عرب درسی می دهم که تا نسلها فکرتان درست کار کند. او دستور داد شانه های قروت ابن مخلب و سرداران و همچنین بزرگان قبایل عرب را سوراخ کنند و از میان کتف آنها زنجیر رد کنند و همچون تسبیح
آنها را در سردر شهرها و جاده‌های کاروان روی اعراب بیاویزند. شاپور دستور داد از آن پس هر عرب متجاوزی را در مرزهای ایران یافتند به همین شیوه مجازات کنند و این چنین شد که اعراب لقب ذوالاکتاف به شاپور دادند، به معنی صاحب کتف‌ها. شاپور دوم با چنین رشادت و از خودگذشتگی‌های بیمانندی که حکایت از جانبرکفی او می‌کند، سرزمین‌هایی را که اشغال شده بودند آزاد ساخت و شرف تاریخی ایرانیان را به کشور بازگرداند. رشادت‌ها و شایستگی‌های شاپور تنها به شکست دادن اعراب و تنبیه آنها ختم نمی‌شود. شاپور در سال 379 میلادی پس از 70 سال سلطنت در سن 70 سالگی زندگی را بدرود گفت. ایران زمین و پارسیان به وجود پادشاهانی همچون تو افتخار می کنند.